اگر تاجیکستان را با یک انسان مقایسه کنیم، به نظر چنین می نماید که همین انسان در سر چهارراه ایستاده است و نمی داند که به کدام سو، به کدام سمت و به کدام کو برود. و جمعیت تاجیکستان هم، مخصوصا سیاستمداران تاجیکستان، به نظر من با یک هیبرید بدل شدند. یعنی در یک انسان دو شخصیت هست. اگر به همین صحنه سیاسی تاجیکستان نگریم، کم آدمی، کم سیاستمدار یافت می شود که مشخصا درباره او گویی که این راستگرا است، چپگرا است، لیبرال است، ملیگرا است، دموکرات است یا اسلامی خواه است. آسان می بینی که یک اسلامگرا می گوید که ما می خواهیم جامعه دموکراسی سازیم. یا یک نفری که دعوای آزاد اندیشی دارد به ضد هر گونه آزادی های خصوصی مردم است، حتی به لباس مردم ایراد می گیرد. و بیشتر مردم تاجیکستان اگر از آنها پرسان شدیم که آیا شما می دانید که در تاجیکستان جمعیت فئودالی هست، کپیتالیستی هست، کمونیستی هست، دموکراتی هست یا چیز دیگر؟ من بران هستم که حکومت امروزی تاجیکستان دوام همان امارت بخارا است و آن را میتوان آسان امارت دنقره نامید. درود بر شما هموطنان عزیز، اینجا برلین و من دادو جان اتوبولایم. من امروز میخواهم که درباره همین سوبیکت های جامعه تاجیکستان با شما صحبت داشته باشم و بخش اولی اون را از حکومت سر میکنم. وظیفه نخستین حکومت باید تشکیل یک زندگی آزاد، یک زندگی آرام و زندگی واقعا تأمین برای مردم باشد. اما در کشوری که ماهانه یعنی دستمزدی بیشتری مردم 300، 400 یا 1000 سومانی است و نفقه یا که به عباره دیگر حق بازنشستگی 300، 400 سومانی است و این نرخ یک خلطه آرد است، گفتن از آن که این حکومت حکومت قابل است، حکومت قادر است، تماما معنی ندارد. ما واقعا در یک جمعیت غلامداری زندگانی میکنیم. یک غلامداری به انصاف اگر یک نفر را به بردگی گیرد، برای وی جای خواب آماده میکند، خوراک و غذای خوب میدهد که وی بهتر کار کند. اما در حکومت تاجیکستان نه به غلام، نه به برده و نه به کسی رحم ندارند. آنها غلام را استفاده میبرند و مجبور میکنند که خودش برای خودش سرپناه پیدا کند و خودش برای خودش یک کتی دائمی بیابد. امروز بدبختانه وظیفه حکومت امروزی ما از ترس دادن مردم عبارت است و خلاص. گویا که تاجیکستان به یک زندان بزرگ بدل گشته است و بیشتر مردم هم در حالت ترس زندگانی میکنند. اکثر با اونهایی که صحبت میکنند میگویند که ما انتظار میشنیم که کی به دروازه یا به در تق‌تق میکنند و یک نماینده امنیت یا یک نماینده میلیسه میآید، ما را یا زندان میکند یا ظلم و ستم میکند و یا تحقیر میکند. در تاجیکستان کار به جای رسیده است که به جای یک لایک یا شر در شبکه های اجتماعی آدمان را زندان میکنند. من از زندان کردن نویسندگان، ژورنالیستان و آزادی خواهان بسیار نمیگویم، زیرا همه خودشان میدانند. یا ستایش میکنیم که ما در صاحب استقلال شدیم، یعنی دولت آزاد شدیم، دولت مستقل شدیم. اما کدام مستقلیت؟ تنها آدمان مستقل و آزاد کشوری مستقل و آزاد را می سازند، نه غلامان و بردگان. در همین 33 سال تاجیکستان چه استحصال کرد؟ در بازار جهانی چیزی برآورد که در یک گوشش چونین لیل باشد که مد این تاجیکستان؟ بغیر تپک
هیچ چیز رو به یاد آوردن امکان نیست. یا آنقدر دروغ و فریب و مکر و نیرنگ سیاست دولتی شده است که نه تنها حکمت مردم را بلکه خودش را هم فریب میکند. برای مثال حکمت سال گذشته اعلان کرده بود که در سال 2023 اقتصاد تاجیکستان 12% ترقی کرد و وعده داده بود که در سال 2024 این رقم به 21 رسانیده می شود. تصور کنید در یگان جای دنیا، در پیش رفته ترین کشور دنیا این رقم ها را هیچ کس ندیده است و نمی بیند. برای مثال اگر گیریم همین کشورهای همسایه را، در ازبکستان 6%، قزاقستان 3%، قرغیزستان 1.8% پیشروی اقتصاد کشور. در پیش ما را چه انتظار است؟ آیا می توانیم ما از این حکومت یکان تغییرات یا دیگرگونی را انتظار شویم؟ آیا این حکومت به بازسازی و بازنگری قادر است؟ باز یک بار دیگر می پرسم. من می گویم که نه. چند روز پیش به دست من روی خط وکیلان پارلمان آینده افتاد. پارلمانی که خلق گویا باید سال دیگر، سال 2015 انتخاب کنند. علاقه خلق عزیز تاجیک روی خط دیپوتت های شما آماده است. و همون چند نامی هم، که دیدم همون از تگی دار گریخته ها، همون فساد زده ها، همون مافیای حکومتی و همون عاجزکان هستند و خلاص. و گذشته از این علاقه نام پریزیدنت آینده هم معلوم است. بجای امام علی رحمان رستم امام علی میآید. هیچ کس اعتراض نمی کند، هیچ کس صدا بلند نمی کند، هیچ کس نمی گوید که نه ما به این تحقیر، به این حقارت اجازت نمی دهیم. بدبختانه علاقه در باره رستم امام علی شعر و مدحیه و داستان می سرایند. حتی بعضی مخالفان خدازده پیش و پیش اعلان کردند که ما انتقال حکومت را از پدر به پسر، یعنی از امام علی رحمان به رستم امام علی قبول داریم. اگر دیروز در باره امام علی رحمان مدحیه می نوشتند، امروز در باره رستم امام علی می نوشتند. یا یک مثال دیگر، بسیار برای یک ملت با ناموس و با شرف باید باعث سرخمی، باعث شرمندگی، باعث سرفکندگی باشد. در مطبوعات چند سال آخران چون می نویسند؟ خدا گفت، رسول خدا گفت، حافظ گفت، مولانا گفت، بیدیر گفت، سعدی گفت، اما امام علی رحمان گفتند، امام علی رحمان نشستند، برخواستند، خوب کردند، خوردند. و امروز باز یک نفر دیگر، یک پیامبر نو، یک پیشوای نو پیدا شده است که درباره او هم، درباره یک طفل ناسنجیده هم، درباره یک جوانی که ولی بوی شیر از دهانش نرفته است میگویند رستم امام علی برخواستند، رستم امام علی کشیدند، رستم امام علی ساختند، رستم امام علی ساختند، رستم امام علی کردند. در تمام دنیا حکومت اگر کار را پیش برده نتواند، به جای وای اپوزیسیون به سر قدرت میگیرد. اگر اپوزیسیون نتواند، با نیروی دیگر، قوای دیگر تغییر یابی حکومت، این یک امر معمولی در یک کشوری آزاد و دموکراتی و برای ملت های سربلند است. اما اپوزیسیون تاجیکستان عیناً کپی یا نسخه همین حکومت، با همون دروغ، واهمه، شخص پرستی، پیشواسازی، تاریخ سازی، صحنه آرایی، زن ستیزی، وعده های خشک خالی. کافی است که همچند برنامه 4-5 ساعته پوچ همین مخالفان صادراتی بینید و به اپوزیسیون امروزه بهاتید. یک گروهش میگوید به وطن برگردید، یک گروه دیگرش میگوید
در روسیه مونید. یک گروه دیگرش میگوید که به میدان ها بروید. یک گروه دیگرش میگوید به اروپا بیایید. خلاصه سگ صاحب نمییابد. اگر کشفیات حکومت تپک باشد، کشفیات اپوزیسیه بیشتر است. دو کشفیات در اپوزیسیه امروزی تاجیکستان، خیلی اسب و سبزی در سکس. و چیز دیگر، بعضی از همین کانال های به نام تلویزیونی مخالفین و مشقپک حکومت بدل شدند. برای همینا مردم لگ میمونند، برای همینا پول میگذرانند و آخران حکومت همین آدم های پیدا میکند یا که زندان میکند، بعضیشون از روسیه، از کشورهای دیگر میدوزد میبرد. بدبختانه اپوزیسی تاجیک چهره های ندارد که مردم با آنها باور کنند و راهکارهای هم ندارد. مردم چه میشنوند؟ حکومت میگوید که سطر نپوشید. اپوزیسیون میگوید که مینیوب کنید، لباس اروپایی نپوشید. فرق بین هر دو چه است؟ هم اینش هم به ضد آزادی های انسان است، هم دیگرش هم. من بر آن هستم که انتخاب دین، انتخاب مذهب، انتخاب لباس، انتخاب حزب، انتخاب گروه سیاسی اختیار هر یک کس است و دولت باید پاسبان مرز خصوصی هر یک انسان باشد. وقتی که درباره حکومت گفتیم، درباره اپوزیسیون گفتیم، قوه دیگری هست که میتواند که مردم را از پس خود برد و حکومت و اپوزیسیون را مجبور کند که به حرف آنها، یعنی به حرف مردم گوش کنند. اینها ضیاییان و روشنفکران هستند. اینها لیدران افکار جمعیتی هستند. پیشاهنگانی هستند که مردم به آنها باور میکنند و از پس آنها میروند. من ضیاییان و روشنفکران تاجیکستان را به چند بخش تقسیم کردم. یکم گروه خاموشان. اینا گروه هستند که در یگان مسئله حرف نمیزنند. اگر حرف نزنند، شاید که در سری دسترخوان یا در سری میزی ما یا یگان صحبتی خیلی خاصه. دویم موشان در لباس شیر. اینها روشنفکرانی هستند که در باره آزادی، ملت، استقلال، وطن، زبان، حرف زدن را دوست می دارند. اما در عموم و مشترک در باره وضع امروزی همین مفهوم های مقدس در تاجیکستان امروزه یگان وقت صدا بلند نمی کنند. گروه سیم، گروه مداحان. اینها به هر راه می خواهند که در باره حاکمان، در باره اسبشان، در باره گربهشان، در باره خرشان شعر و داستان نویسند و یگان منصب گیرند یا یگان موز به دست بیارند یا یکم منفعتی برای خودشون بردارن. بخش چهارم بهانه جویان. اینا همیشه بهانه میابند. وقتی در تاجیکستان بودن میگفتن که ما در اینجا هستیم، اینجا زندان است، از اینجا نمیتوانی یکم حرف بگوییم. بعد که اینا رفتن با امریکا و اروپا و کشورهای دیگری بیخب، با بهانه های اینا پیدا کردن. زنم نمیگذارد، دادرم در حکومت کار میکند، میلیسا خانه همون آمد. گروه پنجم، گروه نقابی ها. از همه گروه کلان روشنفکرهای تاجیکستان به نام خودشان از حکومت پشتیبانی میکنند و به نام جعلی، به نام فیک از نهضت یا که برعکس. و نقابی ها بدبختانه خیلی و خیلی خطرناک هستند. گروه دیگری هست، گروه برای من بسیار عزیز، گروه ناولوده ها. اینا همون شخصانی هستند که نه اینها را اینها نه حکومت را قبول دارند، نه مخالفت را. و همینها برای من یک ثروتی هستند که ان شاء الله روزی از خود درک میدهند و میدان میگویند و مشعل برداران راه آزادی ملت تاجیک میگردند. اکنون میگذاریم در موضوع خلق، ملت یا شهروندان تاجیکستان یا ساکنان تاجیکستان. چند سال پیش یکی از دوستانی بسیار وفادارم
و واقعا یکی از سیاستمدارای بهترین تاجیکستان در مسکو گفته بود دادا جان بیهوده جان نکن، این مردم نه میدان میبرایند، این مردم نه میتینگ میکنند، این مردم نه اعتراض میکنند، این مردم نه جهاد میکنند. حیات را نسوز و از پس زندگی خودت شو. راست گپ، بسیار خفه شده بودم و حتی با همدیگر صحبت ما کمی تیز و تندم شد. بعد همون دوستم برای من گفت، دیدی گفت، این مردم برای آزادی به میدان نبر آمد، برای دموکراسی به میدان نبر آمد، برای انتخابات آزاد به میدان نبر آمد، برای زندان کردن این روشنفکران به میدان نبر آمد. من به سخنان او راضی شدم و گفتم که جامعه تاجیکستان یک جامعه سنتی و دینگرا است، شاید روزی میرسد و حکومت به ناموس اسلامی و انسانی اینها میرسد و مردم به میدان ها میریزند، به خیابان ها میریزند. اما وقتی دیدم که مسجدها را بستند همه خاموش بودند، رشته راشان سراسری کردند همه خاموش بودند، ستر و حجاب بانوان را کشیدند همه خاموش بودند. و امروز به آن رسیدم که آیا یگان ارزش، یگان مقدسات، یگان ایده، یگان هدف، یگان آرزوی من که ملت ما برای آن برخیزد؟ اگر ما ملت باشیم، بدبختانه گاه گاه من شبه میکنم که ما ملت هستیم. ما یک قومی پریشان هستیم، قومی زرفشانی، بدخشانی، ختلانی، وخشانی، رشتانی و غیره. من نشانه های یک ملت را هنوز نمیبینم. شاید وقت در کار باشد که ما ملت سازی کنیم، شاید وقت در کار باشد که ما این مردم خواب بیدار کنیم و آن وقت در فکر تغییرات و دیگرگونی شویم. بدبختانه ما به یک ملت بیسواد بدل میشویم. امروز ترکیب لغوی یک جوان تاجیک شاید 400-500 کلمه باشد. شما اگر همین شرح ها را در شبکه های اینترنتی خوانید، کم تاجیکستانی را میبینید که به زبان ادبی دو جمله درست نویسد. به یک زبان می نویسند که نمیدانه این کدامین زبان است. وقتی که مردم زبان ندارد، زبانش را گم میکند، تمام دولت و دنیاش را گم میکند. امروز ما واقعا دیده و دانسته این مردم بیچاره میخواهیم که از مکتب، از معارف، از خودشناسی، از خداشناسی دور باشد. بدبختی اساسی ما در این همین است، در بیسوادی سراسری مردم. من میترسم که روزی نرسد که ما کورس‌های محو بیسوادی تشکیل کنیم، هم برای مردم عادی، هم برای سیاستمداران و هم برای بنام روشنفکران تاجیکستان. بدبختانه در تاجیکستان یک نسل پیدا شد که نه سواد دینی دارد، نه سواد دنیوی دارد، نه اصلا به یگان کار قادر است. و بدبختی دیگری ما نه تنها تاریخ خود را، تاریخ دیرین خود را نمیدانیم، بلکه تاریخ همین جنگ شهروندی را نمیدانیم، تاریخ استقلال را نمیدانیم. گویا که تاجیکستان استقلال شد. در تاجیکستان استقلال یک گل کاغذی است، یک گل کاغذی، دیگر هیچی. استقلال در آن کشور می شود که مردمش استقلال داشته باشند، مردمش آزاد باشند، مردمش خودسالار باشند، مردمش نترسند، مردمش زندگی سربلندان داشته باشند. این را می گویند استقلال. مرحله نو مبارزه، رسیدن به استقلال و آزادی اصلی است. آزادی و استقلال بنیادی است. آزادی و استقلالی که برای هر یک کس باعث افتخار باشد. و این استقلال و این آزادی کسی به ما هدیه نمی آرد بجز خودی ما. هموطنان عزیز، یگان خلق، یگان دولت، یگان شخص دیگر مویه به اسب سفید سوار کرده به تاجیکستان آباد و آزاد نمی بیارد. خودی ما باید جان کنیم،
خودی ما باید مبارزه بریم. مبارزه برای استقلال و آزادی نو آغاز می‌یابد. قهرمانان آینده تاجیکستان همانهایی هستند که استقلال و آزادی واقعی را به کشور ما می‌بیارند. راه چیست؟ راه کجاست؟ از این ورطه، از این افسردگی، از این بیچاره حالی، از این بیچاره نالی راه نجات چیست؟ از تجربه خودم میگویم، بعد هر زمستان زمهریر باز بهار میآید و وقتی در بیابان قدم میزنی حتما در پیش چشمه هست. خدا به همراه و تا دیدار در دوشنبه. درود بر همه هموطنان، هر کجای دنیا باشید، در کدام کشور زندگی کنید، امروز ما میخواهیم که شما همدلی و همرأیی، همنوایی و همپیمانی خود را با ما نشان دهید. برای این کافی است که شما در تلفن دستیتون یا در ویدیو کامیرا یک جمله، یک پیام، یک پیغام را ثبت کنید که آن چنین است: از خوابی گران خیز، از خوابی گران خیز. ما میخواهیم که همین پیام را، همین پیام بیدار دیدان را، همین پیام آزادی خواهان را، همین پیام سربداران را به هر یک خانه، به هر یک جاده، به هر یک خیابان، به هر یک شهر و روستای تاجیکستان برسانیم. از خوابی گران خیز، از خوابی گران، خوابی گران، خوابی گران خیز، از خوابی گران خیز. چای خوابی دچون نرگس نگران خیز، کاشانه ما رفت به تاراج غمان خیز. از ناله مرغی چمن، از بانگ اذان خیز، از گرمی هنگامه آتش نفسان خیز. از خواب گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز. خورشید که پیرایا بسیمای سحر، سحر از خون جگر بست، از دشت و جبل قافله ها رخت سفر بست. ای چشم جهان بین، به تماشای جهان خیز، از خواب گران، خواب گران، خواب گران از خواب گران گران، خواب گران، خواب گران خیز، از خواب گران خیز.
دریای تو دریاست کی آسوده چو صحرا صفتی موجی روان خیر از خوابی گران خیر از خوابی گران